سیمای آزادی، اخبار روز 5 تیر 1399. نخستین حکم دادگاه آلمان در محکومیت انتشار افتراعات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران. حکم دادگاه هامبورگ در یک رسیدگی فوری علیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به خاطر نشر افتراعات در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران در 24 اردیبهشت گذشته. دادگاه پذیرفت به طور فوری به شکایت نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران که در روز 17 ژوئن 28 خرداد ثبت شده بود رسیدگی کند و حکم پس از یک هفته در 24 ژوئن 4 تیر صادر شد. دادگاه به فرانکفورتر آلگماینه دستور داد هر 3 فقر افترا علیه مجاهدین را از گزارش آنلاین خود حذف و دیگر تکرار نکند. دادگاه اعلام کرد این دعاوی را باید خلاف واقع تلقی کرد، حتی اگر این افتراعات نه به عنوان واقعیت بلکه تحت عنوان ظن و گمان هم منتشر میشد، باز هم اصول گزارش دهی ژورنالیستی رعایت نشده بود. صحبت از شکنجه و آزار در سازمان توسط بریدگان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان و تلفن دستی و اینکه گویا مجاهدین با کمک عربستان سعودی و آلبانی منتقل شده اند افترا و خلاف واقع است و دادگاه دستور به حذف آنها می دهد. به موجب این حکم چنانچه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور به جریمه‌ای تا سقف 250,000 یورو یا 6 ماه حبس محکوم می شود. سقف زندان موارد نقض 2 سال زندان در نظر گرفته شده است. بر اساس حکم دادگاه، فرانکفورتر آلگماینه باید به عنوان طرف بازنده کل هزینه‌های این رسیدگی را بپردازد. قبل از شکایت به دادگاه، نمایندگی شورای ملی مقاومت در مورد اکاذیب منتشر شده با سردبیران این روزنامه صحبت کرد و دروغ بودن اتهامات را برای آنها مکتوب و مستدل کرد. در همان زمان فرانکفورتر آلگماینه 3 مورد اشتباه فاحش را حذف کرد، ولی افتراعات فوق را حفظ کرد که اکنون دادگاه به حذف آنها دستور می‌دهد. سخنگوی مجاهدین: حکم دادگاه در مورد آلگماینه پس از اشپیگل هشداری است دوباره به کلیه رسانه‌ها و کسانی که به طرح ادعاها و افتراعات آخوندپسند علیه مجاهدین مبادرت می‌کنند، کسانی که سفارشات رژیم و دستگاه‌های اطلاعاتی آن را منعکس یا رله می‌کنند، روزی فاش خواهد شد که چند و چی و چگونه گرفتند. روز 24 ژوئن 2020 4 تیر 1399 دادگاه هامبورگ پس از یک رسیدگی فوری به روزنامه فرانکفورتر آلگماین دستور داد تا 3 فقره از افتراعاتی را که در روز 13 می 24 اردیبهشت در سایت خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند. فرانکفورتر آلگماینه در آن زمان در یک مقاله بسیار شک‌برانگیز تحت عنوان در آلبانی باید شیطان زندگی کند افتراعاتی را به نقل از برید مزدوران منعکس کرده بود. دادگاه روز 23 ژوئن با حضور 3 قاضی برگزار شد. به دلیل فوریت طبق آیین دادرسی مدنی آلمان فدرال حکم خود را همان روز صادر و روز بعد اعلام کرد. دادگاه با فوریت در یک دستور موقت متهم را موظف می کند که از نشر و بازنشر افتراعات خودداری کند. در غیر این صورت برای هر مورد نقض باید جریمه‌ای تا سقف 250,000 یورو بپردازد و الا ما به ازای این مبلغ 6 ماه زندان را بپذیرد. در صورت تکرار موارد نقض سقف 2 سال زندان در نظر گرفته شده است. افتراعات برید مزدوران که به گفته خبرنگار مربوطه از جانب مجاهدین به عنوان مأموران اطلاعات رژیم ایران تحقیر می‌شوند، صحبت از شکنجه و آزار در سازمان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان، ممنوعیت دسترسی به تلفن و برخورداری از کمک عربستان سعودی برای پرواز از عراق به بالکان عنوان شده است. به حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه باید هزینه‌های شکایت را بپردازد. کل ارزش شکایت 40,000 یورو تعیین شده است. دادگاه ضرورت رسیدگی فوری را که مقاومت ایران درخواست کرده مستدل و موجه می‌شناسد و تأکید می‌کند حتی اگر موارد افترا به عنوان ظن و گمان هم ارائه می‌شد باز هم اصول گزارش‌دهی مطبوعاتی در آن مراعات نشده بود. متقابلاً آلگماینه به روال تمام دادگاه‌ها و احکام قضایی از حق استیناف خواهی برخوردار است. سال گذشته نیز در آلمان مجله اشپیگل به خاطر انتشار افتراعات مشابه علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شد و موظف گردید شماری از اکاذیب را از متون خود حذف و دیگر آنها را تکرار نکند. در آن پرونده نیز جریمه‌ای تا سقف 250,000 یورو برای هر مورد نقض دستور یا 6 ماه حبس تعیین شده بود. متعاقباً اشپیگل در اجرای تصمیم دادگاه قسمت‌هایی از افتراعات خود را از نسخه PDF این مجله از روی سایت‌های آلمانی و انگلیسیش حذف نمود. یادآوری می‌کنیم سازمان مجاهدین خلق ایران همزمان در روز 17 ژوئن 28 خرداد مزدوران اطلاعات آخوندها را که مدعی قتل‌های مشکوک، طلاق‌های اجباری، عقیم سازی و نگهداری اجباری افراد توسط مجاهدین بودند به شکایت در محاکم قضایی فراخواند. سازمان مجاهدین خلق ایران فراخوان به شکایت در صورت اعتراض به مزدوری و ادعای راستگویی. سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد 17 ژوئن همچنان که از سال 1392 پیوسته در قبال کلیه اتهامات وزارت اطلاعات از جمله قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین و طلاق‌های اجباری و نگهداری اجباری افراد در اشرف و لیبرتی و عقیم کردن زنان به مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده، ایرج مصاقی، اسماعیل یغمایی، عاطفه اقبال، فرشته خلج هدایتی و سایر مزدوران گفته است: بار دیگر کسانی را که منکر مزدوری و پیش بردن خطوط اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند فرا می‌خواند بیدرنگ شکایت کنند و در دادگاه حضور به هم رسانند. از این پیشتر کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت نیز رله کنندگان افتراعات و لجن پراکنی‌های اطلاعات آخوندی را به شکایت و حضور در دادگاه فراخوانده است. تا آنجا که به مجاهدین و مقاومت ایران مربوط می شود، در پرونده 13 ساله 17 ژوئن با بیش از 100,000 صفحه آکنده از لجن پراکنی‌های مزدوران، سرانجام حتی یک برگ هم علیه مقاومت سرفراز ایران یافت نشد و قضایه فرانسه همه افتراعات و اکاذیب و چرندیات را باطل شناخت. یادآوری می‌کنیم که از این پیشتر مزدوران احسان نراقی، شوالیریاس، جهانگیر شادانلو، منوچهر شلالوند در دادگاه در فرانسه، مجید کمالی از مدیران نشیه بنی صدر انقلاب اسلامی در دادگاه در آلمان و مصطفی محمدی در عراق به چنین شکایت‌هایی روی آوردند، اما دادگاه‌ها حق را به مجاهدین دادند یا شکایت آنها را بالکل وارد ندانستند و قبول نکردند. همچنین نمونه‌های یاد شده در بیانیه سالیانی شورای ملی مقاومت ایران در مرداد گذشته مبنی بر شکایت نورسیدگانی که در میان سالی به صرافت آن می‌افتند که وقتی کم سن و سال بودند مجاهدین آنها را به اجبار یا با شستشوی بیمغزی از اروپا یا آمریکا به ارتش آزادی بخش بردند. ماده 65. اخیراً خانم رجوی تأکید کرد مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌ای دوران پایانی حکومت آخوندی را در هم می‌شکند. در پرونده 17 ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین برید مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعه شناس و پژوهشگر و همچنین شوالیه راس تحت عنوان محقق و خبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل می‌کرد و آنها ابزار کار رژیم برای سربریدن مقاومت بودند. طرف جنگ برای مقاومت ایران رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن به ویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلمات تروریست هاست. سازمان مجاهدین خلق ایران 28 خرداد 1399